دهمین روز مهر ماه برابر با 2 اکتبر سال 1300 خورشیدی برابر با 1919 میلادی، کشته شدن کلونل محمد تقی خان پسیان از نظامیان اواخر دوران قاجاریه و اولین ایرانی که دوره آموزش خلبانی دیده بود در خراسان. کلونل محمد تقی پسیان پس از آنکه وارد نظام شد به دلیل ابراز رشادت به سرعت ارتقاء درجه یافت و به سمت ریاست ژاندارمری خراسان رسید. او به خاطر داشتن افکار آزادی خواهانه در میان مردم از نفوذ و اعتبار فراوانی برخوردار بود. پس از کودتای سوم اسفند 1299 و روی کار آمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی، کلونل محمد تقی خان پسیان طبق دستور رئیس دولت اقدام به دستگیری قوام السلطنه کرد و او را تحت الحفظ به تهران فرستاد. اما پس از مدتی سید ضیاءالدین متواری شد و قوام السلطنه خود به نخست وزیری رسید و کشمکش میان کلونل و قوام شروع شد. قوام السلطنه نجد السلطنه را به حکومت خراسان گمارد، اما کلونل که از حکومت قوام السلطنه بیمناک شده بود به فکر طغیان افتاد و مصمم گردید که خود زمام امور خراسان را در دست بگیرد. بدین نیت هنوز چند روزی از کفالت نجد السلطنه نگذشته بود که بدون بهانه و بی مقدمه شخص نامبرده را توقیف کرده اداره حکومتی را خود در دست گرفت و جمعی را که مخل امنیت می شمرد توقیف و تبعید نمود و بدین ترتیب قیام افسران در استان خراسان به وقوع پیوست. در این قیام کلونل پسیان امور استان را کاملا در دست گرفت و قوای تحت فرمانش با نیروهای طرفدار دولت مرکزی جنگیدند. سرانجام در یکی از این درگیری ها محمد تقی خان پسیان در 31 سالگی کشته شد. با کشته شدن او قیام افسران خراسان نیز فروکش نمود. سال 1360 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری. 33 روز پس از انفجار ساختمان نخست وزیری و کشته شدن رجایی و باهنر، بار دیگر در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که در آن سید علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری اسلامی در ایران انتخاب شد. سال 1389 خورشیدی برابر با 2010 میلادی، درگذشت رضا خندان، بازیگر سینما و تلویزیون. محمد رضا خندان که در شهر شوشتر به دنیا آمده بود، فعالیت‌های هنریش را از سن 16 سالگی در سالن تئاتر فرهنگ هنر شهر اهواز آغاز کرد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتیش به ادامه تحصیل در رشته هنرهای نمایشی در دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران مشغول شد. محمد رضا خندان پس از چندی به سینما روی آورد که اولین تجربه سینماییش بازی در فیلم گمشدگان به کارگردانی محمد علی سجادی و آخرین حضورش در مجموعه تلویزیونی مختار نامه بود.